بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله توفيق داريم ك مجددا دعای جوشن کبیر را مورد مطالعه قرار بدیم. در فراز سوم به اینجا رسیده بودیم که یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین، دو رو توضیح دادیم، منتها گفتم که یک مقداری باز دوباره راجع به این یه مروری بکنیم، به خاطر اینکه این کلمه در واقع ریشه فتح که عرض کردم به معنای باز کردن و گشادن و گشودن هست، این کلمه بسیار مهمیه و ما اسم فاتح و فتاح از اسمهای خداوند را از این ریشه داریم، الفاتح یا الفتاح. راغب در مفردات خودش که یکی از کتب بسیار معتبر مربوط به لغات قرآنی هست، میگه که فتح به معنای از بین بردن پیچیدگی و اشکاله. گاهی این با چشم دیده میشه، مثلا یه قفلی بسته شده، این قفل رو باز میکنیم، دری که بسته شده باز میکنیم، فتح ابواب یعنی گشودن درها. گاهی هم حسی نیست، با چشم نیست، معنویه، مثلا کسی گرفتاری داره، قصه ای داره، گشایش ایجاد میشه. گاهی اوقات هم رازهای علمی است، مثل اون فتوحات مکی، اونم باز اینو گشایش ایجاد میشه. گاهی هم به معنای داوری کردن آمده و در قرآن مجید هم اتفاقا به معنای داوری کردن آمده، در سوره سبع آیه 28، که اونم علتش اینه که وقتی که مشکلی وجود داره بین دو نفر، مرافعی وجود داره، یه پیچیدگی ایجاد میشه، یک کلاف سردرگمی میشه که وقتی داوری میشه اون گشایش ایجاد میشه. لذا فتاح یا فاتح به معنای داوری کننده هم هست. فخر رازی میگه اسم فتاح که در قرآن مجید داریم، هو الفتاح العلیم، میگه گاهی به معنای گشاینده ابواب خیر است به روی بندگان، گاهی به معنای حاکم بودن میان خلقه، چون حاکم باز میکنه، گشایش ایجاد میکنه روابطی که پیچیده شده، معقد شده، گره خورده. پس خلاصه همونجور که من دیروز عرض کردم، یک شرایطی در زندگی انسان فردی اجتماعی پیش میاد که کارها گاهی اوقات خیلی پیچ میخوره، گاهی انسان راه عقب و جلو نداره، گاهی سینه انسان دیگه تنگ میشه. اونجاست که اگر یاری خداوند بیاد، اونجا فتح صورت میگیره، پیروزی صورت میگیره. و اتفاقا در کتب اخلاقی و اونهایی که در واقع ذکر سفارش میکنند، یکی از ذکرهایی که خیلی سفارش به شده همین ذکر یا فتاح هست، که اگر این رو انسان تکرار بکنه انشالله میتونه توی گشایش مشکلاتش بهش کمک کنه.
خب بعد گفتیم که یا خیرن ناصرین، ای بهترین یاری کنندگان، چون دیگران اگر یاری میکنن اولا از خودشون قدرتی ندارن، از خداست. یک. دوما قدرتشون محدوده، چقدر میتونن آدم رو یاری کنن؟ گاهی شما مثلا کسی مریض میشه، بهترین دکتر و بیمارستان هم که باشه کاری نمیتونه براش انجام بده، هر چقدر هم بخوان نمیتونن کاری انجام. یا گاهی مشکلات اخلاقی، معنوی، خانوادگی، آبرویی، گاهی چیز همچه کسی کار دستش بر نمیاد، میتونه مثلا ابراز همدردی کنن ولی کاری ازش بر. ولی اون کسی که اگر یاری کند کار را تمام میتواند بکند، خداوند متعال. لذا نصرت عرض کردم دیروز، با اینکه به معنای یاری کردنه ولی به معنای پیروزی هم به کار میره، چون هر جا که خدا یاری کنه پشت سرش هم موفقیت میاد، چون خدا یا یاری نمیکنه یا اگر یاری بکنه شما موفق میشید، مگر اینکه خدای نکرده ما یه کاری بکنیم که وسط کار یاری الهی را از دست بدهیم، که خب اون دیگه مشکل از خودمون هست. یا خیر الحاکمین، ای بهترین حاکمان. حالا حاکم به معنای اون کسی که داوری میکنه یا به معنای اون کسی که حکومت میکنه، به هر دو معنا. خداوند هم بهترین قضاوت کنندگانه، چون اولا هیچ حب و بغضی نداره، هیچ تعصبی نداره، طرفین براش فرقی نمی کنن. سودی قرار نیست از این ببره، کاملا هم اطلاعات رو داره، تجربه، حکمت، هر چی که در یک داوری صحیح لازم هست او به نحو کاملش رو داره، پس او بهترین داوره. یا بهترین حکومت کننده است، اون کسانی که تحت حکومت او هستند مطمئن هستند که این حکومت بر اساس هواهای نفسانی نیست، بر اساس قدرت خواهی و شهرت طلبی نیست، یا بر اساس جهالت و کوتاه‌بینی نیست، بر اساس نمیدونم تعصبات نیست، حکومت مثلا یک نژاد نیست، حکومت یک طائفه و تیر و تبار نیست. حکومت الهی یعنی حکومت رحمت، حکومت علم، حکومت حکمت، این میشه حکومت الهی. کما اینکه وقتی میگیم کتاب الهی میشه کتاب رحمت، کتاب علم، کتاب حکمت. پیغمبر خدا میشه پیغمبر رحمت، پیغمبر علم، پیغمبر حکمت. هرچی خدایی باشه اینطوریه. پس بهترین حاکم ها است، کاملا هم بر کار خودش مسلطه. ممکنه کسانی فکر کنند که خداوند متعال بر خلاصه بدی ها خورده نمیگیره، صبر میکنه، احیانا بعضی ها از همین سوء استفاده میکنن، ولی باید بدونن که در این حال که او صبور است، در این حال که حلیم است، اما کاملا بر کار مسلطه، منتها عجله نمی کنه. و الله همون جور که در دعای افتتاح هست، اگر خدایی نکرده برسه به اون جایی که باید برخورد بکنه، اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اگر قرار بشه و به اونجا برسه هیچ کسی نمیتونه با او برابری بکنه، ولی او صبوره، حلیمه، فرصت میده. خب پس بهترین حاکمان است. یا خیر الرازقین، بهترین رزق دهندگان. رزق از ناحیه خداوند میاد، اگر رزق باشه، اگر رزق باشه حتما حلاله،
اگر رزق باشه حتما طیبه، اگر رزق باشه حتما به درد من و نافع به درد من میخوره و نافع. رزق هرچی که تو جیب ما یا تو حساب ما باشه این معلوم نیست رزق ما باشه، هر چیزی که تو یخچالمونه تو آشپزخونهمونه میخوریم این معلوم نیست رزق ما باشه. رزق اون چیزی است که حلال و طیب است و خداوند متعال او را ضمانت کرده. ان من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رزقش را خداوند به عهده گرفته. منتها چه کار کنیم که ما خراب میکنیم انسانها؟ به اندازه کافی برای همه رزق هست، اما حالا اگر 4 نفر یه نفر رو گرفتند و حبسش کردن از گرسنگی مرد، این آیه نقض نمیشه که بگی ای مگه خدا نگفته بود رزق همه با منه؟ خب این الان از گرسنگی مرد. معنایی که من میفهمم اینه، یعنی خداوند متعال هر جنبنده ای را که آفریده رزق رو هم پیش بینی کرده، رزقش هم تقدیر و تدبیر کرده. اما حالا اگر یک جایی ما ظلم کردیم، یک نفر حق 100 نفر 1000 نفر 1,000,000 نفر را گرفت و نذاشت به اونها برسن، یا یک نسلی آمد و طبیعت رو از بین برد، زمین های کشاورزی رو از بین برد، برای نسل بعد مشکل درست کرد، این دیگه تقصیر ایناست. نظام طبیعت، نظام آفرینش به جوری درست شده که برای خیلی از بیشتر از این جمعیت رو هم میتونه تأمین بکنه. به هر تقدیر رزق حلاله، طیبه، اما اگر من اومدم خدای نکرده مسائل شرعی رو رعایت نکردم، مسائل اخلاقی رو رعایت نکردم و یک چیزی رو با خودم خونه بردم، به زن و بچه‌ام دادم خوردم، این رزق اونها نبوده. رزق نمیشه توش شبهه باشه، رزق نمیشه مال دیگران باشه. اون جریان رو شنیدید که ظاهرا امیرالمومنین علیه السلام بودن که اگر اشتباه نکنم به کسی افسار مرکبشون رو سپردن، میخواستن برن مسجدی جایی، بعد طرف به جای اینکه امانت داری بکنه رفت اون رو فروخت و حضرت اومدن دیدن که این افسار نیست و کسی رفت برای حضرت خرید و حضرت گفتن من نیت کرده بودم این پولی که الان دادم برای خرید این افسار بدم به اون شخص، اما او عجله کرد و به جای اینکه چیز حلالی گیرش بیاد رفت از حرام در واقع خودش را ارتزاق کرد. پس ما با حوصله اگر بریم جلو، با میزان بریم جلو، رزق الهی هست برای ما. بعد اون وقت ما رزقم فقط برای جسم نیست، روح هم رزق میخواد، روح هم غذا میخواد. حالا تغذیه جسم به یه چیزه، تغذیه روح به چیزیه. تغذیه روح به چی چیه؟ تغذیه روح به چند چیزه. یکی به علم، یکی به حکمت. در واقع داره که روحتون رو تازه و شاداب بکنید با طرائف الحکمه، با اون مطالب حکیمانه جالب، خلاصه فرح بخش، روح رو جان بدید. علم و حکمت روح رو تغذیه میکنه. محبت کردن و محبت رسیده دریافت کردن، ولی بیشتر محبت کردن روح رو تازه میکنه. ذکر خدا، در روایت داره که فرشتگان طعام هم از تسبیح، غذاشون تسبیحه، اونا هم رزق دارن با تسبیح، یاد خدا غذای اوناست. به تعبیر یکی از بزرگان، هرچی شما خدا را یاد کنید، هرچی تسبیح به جا بیارید، در واقع دارید از اون غذای فرشتگان به روح خودتون میدید، روحانی تر میشین. پس روح تغذیه رزق خودش رو داره، جسم رزق خودش داره. حتی بعد از اینکه از این دنیا میریم،
شهدا میفرماد چی؟ احیاء عند ربهم یرزقون. همه زنده هم. اختصاص به شهدا نداره. اون چیزی که مربوط به شهداست اینه که عند ربهم، ولان کسی هم که آدم معمولی هم باشه یا از آدم بدی هم باشه، با مرگ نمیره، جسم میمیره. اما شهدا خصوصیتشون این است که حیات واقعی دارن، در نزد پروردگارشونن و اونجا رزق میگیرن، روزی دریافت میکنن. پس روزی هم جسمانیه، هم روحانیه، هم تو دنیاست، هم در آخرته، و خدا بهترین رزق دهنده، چون اون چیزیه که اگه برای جسم بهترین رو میده، اگه برای روح بهترین رو میده، اگه برای آخرت بهترین رو میده، هیچ منتی هم بر سر ما نمیگذاره. یا خیر الوارثین، ای بهترین ارث برندگان، بهترین کسی که ارث میبره. ما خیلی به این مسائل حساسیم که مثلا من میمیرم بعد از من فرزندی، نسلی از من باقی میماند یا نه، اسم ما بماند، رسم ما بماند، یه نمیدونم خدا بیامرزی پشت سر ما بگن. اگر یه کسی زحمت کشیده، یک نمیدونم باقی درست کرده، این باغ ما چی میشه؟ مراقبت میشه یا نمیشه؟ اگه یه کسی ساختمونی درست کرده، مسجدی درست کرده، مدرسه‌ای درست کرده، کی میخواد بیاد اینها رو مراقبت بکنه؟ اگر یک کسی کتابی نوشته، علمی داره، مدرسه علمیه ای درست کرده، کی میخواد بیاد اینها رو تحویل بگیره و ازش مراقبت کنه؟ این یک دغدغه است. حتی حضرت یحیی تو دعایش میگه که خدایا به من فرزند بده، یرثنی و یرث من آل یعقوب، که میراث ما و میراث خاندان یعقوب را این بهش برسه و حفظ بکنه. اینکه پول آدم رو بگیرند و ارث بخورند و تقسیم کنند و فلان، حالا خیلی شاید مهم نباشه، شاید حالا بالاخره اسلام گفته که انسان غیر از یک سومش رو که میتونه وصیت کنه، دو سومش رو برای خانوادش بذاره، هرچی قبلش مصرف کرده، ولی وقتی که میماند بیش از یک سوم رو نمیتونه وصیت کنه، دو سومش رو باید تقسیم بکنه. اما اون میراث‌های معنوی، اونا خیلی مهمتره. اون زحمت‌هایی که انسان کشیده، یه چیزی رو تثبیت کرده. خلاصه اینکه انسان ذریه خوبی داشته باشه، خانواده خوبی، فرزندانی داشته باشه که راه رو ادامه بدن، خیلی خوبه. ولی خب اونا باز میشه یه نسل، حالا دو نسل، معلوم نیست چقدر ادامه پیدا کنه. بهترین وارث ها خداوند متعاله، که اگر چیزی را او تحویل بگیره، او امانت بگیره، به بهترین وجهی برای ما حفظ میکنه، بلکه رشدش میده و در جایی که بهش نیاز داریم به ما تحویل میده. حتی صدقات هم خیلی وقتا اینطوری، خداوند این صدقه شما رو فقط نگه نمیداره، این صدقه شما رشد میکنه. شما به یه نفر کمک کردی، او به کسای دیگه کمک میکنه، همینجوری انشالله ادامه پیدا میکنه. پس بهترین وارث هاست. یا خیر الحامدین، خدا بهترین حمد کنندگانه. نه تنها بهترین حمد شونده است، بهترین حمد کنندگانه خداوند متعال. حالا تو بعدیش هم چون با هم مربوطه با هم بگم، یا خیر الذاکرین، بهترین یاد کنندگان. خدا بنده های خودش را فراموش نمی کنه و خوبی هاشون را نادید نمی گیره، بلکه انقدر وفادار است، انقدر سپاسگزار است که اونها رو هی به دیگران رو هم مطرح میکنه. شما میدونید یکی از صفات خداوند شاکره و یکیش شکوره، که شکور یعنی خیلی شاکر.
انقدر محبت و لطف داره که هر چیزی را که خوب باشه، خالص باشه، پاک باشه، نه تنها قبول میکنه بلکه سپاسگزاری میکنه. حالا ما چی کار انجام میدیم که او بخواد سپاسگزاری کنه؟ اولا هر کاری که انجام بدیم داریم از سرمایه خودش استفاده میکنیم، از قدرت خودش استفاده میکنیم، یه کار کوچیکی انجام میدیم ولی سپاسگزاره. من گاهی این مثال رو میزنم، میگم نگاه کنید، شما مثلا یه بچه کوچیکی که تازه راه افتاده، این دوست داره که یه چیزایی رو برداره مثلا با خودش جابجا کنه، به خصوص این کارهایی که پدر و مادر میکنن، اونم دوست داره تقلید کنه. مثلا غذا رو خوردن، حالا میخوان سفره رو جمع کنن، این بچه هم میخواد بشقاب ببره، میخواد نمیدونم کاسه ماست ببره، لیوان ببره. حالا خودش تازه را افتاده، هر چند قدمی هم که میره زمین میخوره، حالا این بشقاب خورشت هم ورداشته میخواد ببره. خب ما اینجا چه کار باید بکنیم؟ مجبوریم یکی دو نفر اینو اسکورتش بکنیم، دستامونو بغلش نگه داریم که اگه ول شد بگیریم نریزه رو فرش، یواش یواش اینو هی کمکش بکنیم تا اینو برسونه به آشپزخونه. بعدم که رسون اونجا میگیم به به آفرین، تشویقش میکنیم، بچم اینو آورد اینجا، بوسش میکنیم، اونم فکر میکنه الان مثلا چه کار بزرگی کرده، چه خدمتی کرده، چه دیگه مثلا خودش بزرگ شده. کارهای ما هم اینجوریه، ما چه کاری برای خدا میتونیم انجام بدیم، چه کاری برای مردم میتونیم انجام بدیم، ولی انقدر خداوند بزرگواره که کارهای کوچیک ما را از منظر خودش نگاه نمیکنه که کوچیک باشه، از من چشمای ما نگاه میکنه. مثل این بچهه، شما چرا این بچه رو تشویق میکنید و میبوسید؟ نه، چون میدونید از نظر خودش کار گنده ای درست که انجام داده. خداوند متعال هم کارهای ما را از چشم خودمون نگاه میکنه و تشکر میکنه، ثواب میده. آقا منو یاری کردید، ان تنصر الله ینصرکم، هر کی خدا رو یاری کنه خدا شما رو یاری. ما کی هستیم که خدا رو بخوایم یاری کنیم؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض بده؟ ما کی هستیم آخه بخوایم به خدا قرض بدیم؟ بعدم حالا میگم شکوره، خیلی هم سپاس. شما ببینید چقدر خداوند بندگان خوبش را تو دنیا عزیز میکنه، دلها را به سمت اونها میبره، اونهایی که برای هدایت بشر لازم هست اونها رو تاریخی میکنه. ببینید چقدر خداوند ابراهیم را عظمت داده، انقدر ابراهیم را عظمت داده که اصلا بخش عمده ای از حجی که ما انجام میدیم در واقع یک نوع بازسازی اون کارهایی است که حضرت ابراهیم انجام داده. ما به تأسی از او میریم رمی میکنیم، طواف میکنیم، سعی میکنیم، مثلا کاری که خانوم حضرت ابراهیم کرده، سعی بین صفا و مروه میکنیم. ببینید چقدر بزرگ کرده ابراهیم را، این خلیل خودش را، چقدر حضرت موسی را یاد کرده، چقدر عیسی را یاد کرده، نوح را یاد کرده، زن فرعون را. پس بهترین حمد کنندگان و بهترین یاد کنندگانه. اگر ما به یاد او باشیم حتما به یاد ما هست. اذکرونی اذکرکم، البته اونایی که بدم هستن خدا یادشون به یاد اونا هست. این یادی که ما اینجا میگیم یعنی یاد با محبت، یاد با توجه، والا یاد به معنای اطلاع داشتن و تو رادار خدا بودن، که همه هستن تو رادار خدا. یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین، ای بهترین منزل دهندگان و منزلت دهندگان. هم به ما منزل میده،
یعنی محل نزول. منزلم از این جهت بهش میگفتن منزل، که وقتی که مسافرت میکردند در طول روز حرکت میکردند، بعد دیگه هوا که میخواست تاریک بشه یه جایی میباس از اون شتر و اسب و اینها پایین میومدن، وسایل رو پایین میوردن و اتراق میکردن، یک مثلا مثلا یک مسافرخانه بین راهی، یک کاروان سرایی. وقت چون پایین می آمدن از مرکب و وسایل پایین می بردن، نزول می کردن، گفتن منزل. این منزل های بین راه که عرفا هم از این تعبیر استفاده می کنن. مثلا خواجه عبدالله انصاری میگه منازل السائرین، یعنی اون استیشن ها و اون منزل هایی که در بین راه باید عبور کرد و هر کدوم خصوصیات خودشو دارن. خلاصه خداوند متعال ما را در بهترین جایی که بتونیم در اونجا آرامش پیدا کنیم، قرار پیدا کنیم، منزل ما باشد، یا بهترین منزلت را میده. رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خدایا مرا در یک جایگاه مبارکی فرود بیار که تو بهترین فرود آورندگان، یعنی بهترین کسی که منزل میده، جایگاه میده، محل قرار و استقرار میده. یا خیر المحسنین، ای بهترین احسان کنندگان. باز به همون ترتیبی که تو ناصرین و اینها گفتیم، هر کی هر احسانی میکنه از خداست، احسان پدر و مادرم از خداست، منتها احسان خدا از خودشه، استقلالیه، نامتناهیه، بیمنته. هر چی احسان بکنه زمینه احسان بیشتر رو فراهم میکنه، نه اینکه احسان بکنه دیگه بگه خسته شدیم. احسانش جامعه، هر چی شما نیاز داری به شما میده. اینجوری نیست که بگه من فقط این کار شما رو میتونم حل بکنم، نه، اونو از خودتون بیشتر شما احسان میکنه، خودتون رو بیشتر از خودتون دوست داره. بهترین خلاصه احسان کنندگانه، جامع، بیمنت، همیشگی، استقلالی، از بهترین راه، موندگارترین احسان، همه رو انجام میده. و خیلی هم دوست داره که ما محسن باشیم. این آخرین حرف منه. اصلا دینداری را میفرماید چیه؟ و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. کی بهتره در دین از کسی که چهره خودش را به خدا تسلیم کنه؟ این وجه منظور لزوما صورت نیست، یعنی تسلیم خدا باشه در حالی که محسن است. و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. از ملت ابراهیم، روش و سنت ابراهیم تبعیت بکنه و خداوند ابراهیم را دوست خودش اتخاذ کرد. پس دینداری یعنی چی؟ یعنی تسلیم بودن و احسان کردن، که راه ابراهیمه. پیغمبر ما همین مسیر حضرت ابراهیم رو رفت، مسلمان ها همین مسیر حضرت ابراهیم، تسلیم حق شدن و احسان کردن. نمیشه کسی دیندار باشه و احسان نکنه، نمیشه دیندار باشه و بی تفاوت باشه، چه برسه به اینکه خدای نکرده بخواد بدی کنه، ظلم بکنه. دینداری حتما و حتما با احسانه. نماز حتما با زکات، نمیشه یه طرفشو گرفت. انشاءالله خداوند متعال ما را مشمول هم رزاقیت خودش قرار بده، هم احسان خودش قرار بده، بهترین منزلها و منزلتها را به ما بده و احسان دائمی و شاملش را، فراگیرش را نصیب همه ما بکنه، به حق محمد و آل محمد.
احسنتم طیبه الله، خدا خیلی شما استفاده کردیم از شما، دست شما خدا در نکنه، خدا عالی شما رو حفظ بودش. کنه، سلامت باشید. خب دوستان، اگر کسی سوالی داره، ببخشید اکو شدش، اگر دوستان کسی سوالی داره در خدمت هستیم. سلام علیکم ورحمت الله، سلام باشید. سلامت باشید، خدا حفظتون. از همیشه رو استفاده کردیم، خواهش خیلی خیلی ممنون. سوالم خیلی مختصره، به در مورد این خیال حاکمی، فرق بین حاکم و حکیم که هر دو از لغت از کلمه حکم هستن، حکمت، چون که در باب حکمت تعریف های مختلفی اون حکمه شنیدم و خوندم، میخواستم که اون مقدار تو این حکم و حاکم و حکیم و حکمت یه مقدار از لحاظ لغوی و چه شباهت و چه فرقی داره رو به من خواهش. ریشه حکمت و حکیم و حاکم و محکم و احکمت و اینا همشون یکیه و در اون ریشه نوعی محکم بودن، سفت بودن، ثابت بودن هست. منتها بعد در شاخه های مختلف به کار میره، به معنای حکمت به کار میره، به معنای حکومت به کار میره، به معنای داوری هم به کار میره، به معنای اتقان هم به کار میره، اما همش به یه ریشه برمیگرده. اون وقت اگر ما بخوایم بگیم حکم به معنای حکمت، حکیم میگیم، حاکم نمیگیم. اما اگر بخوایم به معنای داور بگیم یا حکومت کننده، حاکم میگیم. اون وقت اگر یک جایی خود کلمه حکم به کار برده شد، باید از قرائن بفهمیم که این حکم به معنای حکومت یا به معنای داوریه یا به معنای حکمت. مثلا رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، اونجا حکم به من بده، اونجا وقت تفسیر ممکنه حکمت بکنن، کما اینکه نگاه کنید کتاب های تفسیر، یا اینکه ممکنه حکومت بکنن، یعنی یک از ناحیه خودت من را انتخاب کن و مسئولیتی بده، یا اینکه قوت داوری بده. اما دیگه اگه بخوایم واضح بکنیم و بگیم مثلا کسی که حکمت داره، دیگه حاکم نمیگن، معمولا میگن حکیم. خیلی ممنون، خدا شما رو خیر بدهش. ربط این کلمه حکیم و حکمت، من خیلی سوال پیش استاد داشتم، گفت این حکمت به معنای اینه که، یعنی فرق مثلا حکمت با علم اینه که شما میخوایی یه دونه صندلی بسازی و اون متریال ها همه رو دارین ولی نمیدونی چجوری بسازی. اون حکمت اون طریقه استعمال اون مصالحه که علم باشه، میدونی رو این مثلا چوبش کجا میره، پیش گوشی بشه کجا باید بذاری، پیشش رو کجا بذاری. آیا این نوع تعبیر رو میشه از لحاظ در مورد حکمت کرد که در واقع حکیم و حکمت به این معنا هستش که یوتیلایز کردن علم به جا و به اندازه اون مقتضایی که هستش، و ربط این به اون حکمه و معنای حکمه و صلابت اینه که این کار انقدر صلابت و محکمی داره که هیچ راه خللی توش وجود نداره. سخن حکیمانه اون سخنیه که انقدر استواره، انقدر صلابت داره که هیچ نوع خدشه نمیشه بهش وارد بشه، به خاطر اینکه اون دارای اون utilizing the right time and place for what's been used. عرضم به حضور شما که این یه بحث خیلی مهمیه و من خیلی روی این فکر کردم و حساس بودم، و اولین موضوعی که وقتی سخنرانی های انگلیسی در حرم حضرت معصومه شروع شد
اولین موضوعی که انتخاب کردم راجع به حکمت صحبت کردیم، که 7-8 جلسه راجع به حکمت صحبت کردیم. بعدم مرکز اسلامی، البته این صحبت قبل از اینکه من مسئول مرکز بشم، راجع به ویزدم صحبت کردیم، باز همون 7 جلسه فکر کنم. حاصلش اینه، خلاصش من بخوام بگم تو 1 دقیقه، به نظر بنده اینه که حکمت فرقش با علم اینه که علم میتواند کلی باشد، نظری باشد، انتزاعی باشد، اما حکمت باید عینی و ملموس و ناظر به وضع موجود باشه، زمینی باید باشه. مثلا من این مثال رو خیلی وقتا به کار میبرم. شما میرید به 10 تا عالم مراجعه میکنید، میگید آقا من مثلا از لندن هستم، یه پولی دارم، میخوام یه صدقه جاریه‌ای درست کنم، به نظر شما چی خوبه؟ خب اگر اینا فقط عالم باشن میگن آقا مسجد بهترین چیز اینه که مسجد درست کنی یا یه مرکز اسلامی درست کنی اگر بهتون مجوز نمیدن، اگر عالم باشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که وقت 10 نفر میان مسجد درست میکنن. اما اگر حکیم باشه میگه که من نمیتونم به شما الان جواب بدم، من باید واقعیت های اونجا رو بدونم. شما مسجد دارید؟ ندارید؟ جمعیتتون چقدر؟ پراکندگی جمعیتتون چیه؟ امکانات دیگه چی دارید؟ مثلا مدرسه دارید؟ ممکنه مسجد داریم مدرسه نداریم، ممکنه مدرسه داریم مسجد نداریم، ممکنه دوتا رو داریم نمیدونم یه جایی برای افراد بی سرپرست نداریم. حکیم کلی حرف نمیتونه بزنه. حکیم مثل خلاصه طبیبی است، مثلا یه کسی داروسازه، داروساز همه داروها رو میشناسه، اما نمیتونه بگه که چه دارویی الان به درد من میخوره. اون کسی که پزشکه و منو معاینه کرده، اون میتونه بگه کدوم دارو به درد من میخوره. خلاصه حکیم همیشه به شکل مشخص، جزئی، عینی، ناظر به شرایط نظر شفابخش میده. لذا علم به تنهایی کافی نیست. عالمی که حکیم باشه میتواند مردم را هدایت کنه. عالمی که فقط علم داشته باشه میتونه کار آکادمیک بکنه، کتاب بنویسه، شاگرد پرورش. اما اون کسی که بخواد تربیت فردی بکنه یا اصلاح جمعی بکنه حتما باید حکیم باشه، یعنی عالم حکیم. خیلی خیلی ممنون جان. خدا شما رو حفظ کنه انشالله. خیلی ممنون. اجازه یکی دو تا سوالم توی چت ارسال کن اگه اجازه بفرمایید. خواهش میکنم اگه وقت هست بفرمایید. سوال اول اینه که شما فرمودین که سپاسگزار خداوند، سپاسگزار از بنده، راجبه این که حالت خدا تغییر نمیکنه، پس منظور از سپاسگزاری از بنده دقیقاً چه معنایی میتونه داشته باشه؟ خب اون دیگه مثل خیلی چیزای دیگه، حالا اینکه خدا راضی میشه یعنی چی، که خدا دوست داره یعنی چی، اینها در واقع صفات فعل هستن، صفات ذات نیستن. صفات فعل از ملاحظه نسبت بین خداوند و مخلوقات انتزاع میشه. اگر کسی طبق رضای الهی عمل کرد، طبق اراده الهی عمل کرد، میگیم خدا ازش راضی شد. اگه خلاف اون عمل کرد، میگیم که خدا ازش ناراضی شد. مثالی که ما میزنیم اینه، شما اگر از یک اتاق تاریک رفتی زیر آفتاب، میگی الان خورشید به من تابید، خب حالا خورشید مگه عوض شد؟ نسبت شما با خورشید عوض شد. قبلا خورشید به شما نمیتابید، الان میگه خورشید به من تابید، ولی خورشید فرق نکرده، شما فرق کردید. رضا و غضب الهی همینطور. حالا اینکه خداوند متعال شکر میکنه یعنی اینکه این شخص کاری انجام داده
که اون عنایاتی که خداوند برای انسانهای خوب داره حالا شامل حالش میشه، رفته زیر خورشید رحمت خاص الهی برای انسانهای محسن. و اینم تو قرآن دیگه، هم در واقع این بحث شاکر و شکور و اولائک کان سعیهم مشکورا، یا یعنی اینکه دیدی حاجی ها رو میگیم که حجکم مقبول و سعیکم مشکور، از قرآن الهام گرفته شده، اولائک کان سعیهم مشکورا. خب سعیشون مورد سپاسگزاری، یعنی کی انجام میده؟ یعنی خدا سپاس میگذاره. پس این یه سپاس لفظی و احساسی و عواطفی نیست که بگیم خدا که تغییر نمیکنه. این سپاس یک سپاسی است که از صفات فعل، یعنی اون طرف جزء مقوله ای قرار میگیره که یک عنایات خاصی که خداوند داره الان خودش رو از اونها بهره مند میسازه. مثلا چی میمونه؟ مثلا یه نفری درس میگه، درست شد؟ حالا تا به حال 20 نفر میرفتن پای درسش، حالا این آقا هم میگه منم میخوام برم پای درس ایشون، بعد میگه ایشون به من درس میده، از امروز ایشون به ما درس میده، استاد ما شده ایشون. خب ایشون که فرقی نکرده، شما رفتی پای درسش. خواهش. سوال آخرم این که آیا اعمال خیر بندگان رو خدا سبب میشه یا اینکه اینطور نیست؟ سبب خیر خداوند هستن یا خیر؟ ببین این که خدا سبب میشه به این معنا که بگیم یعنی خدا مجبور میکنه، نه. اما به این معنا که این عنایت الهی شامل حالش شده که تا بتونه کار خوب انجام بده، بله. یعنی در واقع خداوند متعال یک زمینه ای رو فراهم میکنه، تشویقم میکنه، یه جورایی هم گاهی اوقات ما رو یه خورده سوق هم ممکنه بده، اما اجبار نمیکنه، چون باید خودمون اون قدم رو برداریم. پس اگر بگیم ما مستقلا این کار رو خوب کردیم، نه، حتما عنایت او بوده. اما این که بگیم پس اون کسی که این کار رو نکرده و اون کسی که کرده فرقش اینه که خدا عنایت کرده خدا عنایت نکرده، نه، اینم درست نیست. چون عنایت او برای همه هست، شما باید پاسخ مثبت بدی. اون وقت اگه یه بار پاسخ مثبت دادی، دفعه دوم عنایت او بیشتر میشه، زحمت تو کمتر میشه. 100 بار پاسخ مثبت بدی، دیگه دفعه 101 اصلا نقشه شما خیلی کم میشه، اصلا احساس سختی نمیکنی. اون کسی که احساس سختی میکنه چون هی پاسخ منفی داده پاسخ منفی داده، او براش سخت‌تر میشه. به هر تقدیر اراده و اختیار انسان اون عامل اخیره، اما سبب و در واقع اون فاعلیت از خداست. ما فقط اون آخرین جزءش هستیم که خداوند او رو هم خواسته که باشه اینطوری، یعنی نخواسته که ما بدون اختیار و بدون انتخاب به یه مسیری بریم. اگه اونطور بود که دیگه انسان لازم نبود آزمایش بشه و انسان نمیتونست اون وقت امانتدار الهی باشه، نمیتونست خلیفت الله باشه. اون اختیار هست، اما لطف و زمین سازی خداوند متعال هم هست. بسیار عالی، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.